سلام دکتر سوی عزیز، صبحتان بخیر. ان شاء الله که صحت و سلامت باشین. خوش آمدید به دروس آنلاین تان و ادامه دروس قبلی ما که در موضوع مندل بود و تحقیقات که مندل انجام داده بود روی نبات که انجام داده بود بس کرده بودیم. امروز موضوع ما قوانین است که مندل کشف کرده بود. در کنار از او کوشش میکنیم بخیر که از فصل ششم یک مقدار درس بخونیم. در زمین دکتر سبای عزیز، اگه صدای ما دارین یکی شما دکتر سبای عزیز لطف کنین یک کمنت بتین که بفهم صدای ما دارین. درست است، تشکر دکتر صاحب احسان، دکتر صاحب عبدالوکیل. درس روز قبلی ما در مورد تحقیقات که مندل انجام داده بود به شکل مختصر یک یادآوری از درس قبلی ما میکنیم که مندل چی تحقیقات اجرا کرده بود، روی کدام نبات اجرا کرده بود. خود مندل شخص بود که برای اولین بار تجارب خود در بخش وراثت اجرا کرد. معمولا تحقیقات خود روی یک نبات اجرا کرد که به نام نبات مشنگ یاد می شد. کوشش میکرد مندل اول که امی نباتات در یک صفت خالص بسازن، بعد از اون اصل خالصشان به هم دیگه تزویج کنه و نتیجه که از اون به دست می آمد اونا رو به همین ترتیب تزویج کرده می رفت تا بتانه خصوصیات مغلوب تبارز بته و ویژگی هایی که اینا می داشته باشن اینا رو بتانن تبارز بتن. در خالصسازی خود مندل کار که اجرا میکرد فرزند نبات میگرفت در یک صفت خالص میکرد. مثلا از لحاظ رنگ نباتات مکمل به رنگ سفید به دست میآورد یا نباتات مکمل به رنگ ارغوانی به دست میآورد. بعد از او همه صفات خالص با هم تزویج میکرد و نسل اول به دست آورد که نسل اولش به نام فرست فیلیال جنریشن یاد میشد، که در نسل اول یا فرست فیلیال جنریشن فقط یکی از خصوصیت یا یکی از صفات خود ظاهر میکرد، مگر جنوتایپشان تفاوت میداشت. فرضاً رنگ نبات می بود ارغوانی یا پرپل، اما جنوتایپشان که بود تفاوت میداشت. جنوتایپشان هم خاصیت مغلوب در خود میداشت هم خاصیت غالب، ولی از لحاظ فینوتایپ فقط یکی از خواص خود را ظاهر میساخت. برلاوی ازی در زمان تحقیقات خود مندل متوجه شد که همین خصوصیت که خود تبارز میته اینا خصوصیت غالب هستن، که همین خصوصیت غالب به نام دومینیتیت میکنه و خصوصیت که خود تبارز داده نمیتونست این خصوصیت به نام خصوصیت مغلوب یا ریسیسیف یاد میکرد. بخاطر ازی که بفهمه که های همین خصوصیت که خود تبارز نداده اینا میتونن خود تبارز بته، یعنی نسل خود ادامه میداد، تزویج خود ادامه میداد، طور که در نسل دوم از نسل اول دو نبات با هم تزویج کرد تا یکی نسل دوم به وجود آمد که در نسل دوم بر لاوی ازی که خصوصیات غالب موجود بود خصوصیات مغلوب هم خود تظاهر داده بود. در مورد تحقیقات مندل قسمی که گفتیم تحقیقات خود کلا روی یک نبات اجرا کرده بود به نام نبات مشنگ. خصوصیت را که در نبات مشنگ در نظر گرفته بود یکی رنگ گلش بود، دیگه که گلش در کدام قسمت قرار میگیره، موقعیت گلش بود، دانه هایی که این نبات داشت که معمولا دانه هایش یا رنگ زرد می داشت یا رنگ سبز، پس رنگ دانیش بود، دیگه که امی دانه هایی که در این نبات وجود داشت آیا اینا صاف بودن یا چملک، سوم پوش که در اطراف هزی دانه ها وجود داشت که آیا این پوش صاف است و یا چملک است، و دیگر رنگ هزمی پوش بود که آیا رنگش زرد است و یا سبز، و بالاخره قد نبات در نظر می گرفت. پس در کل هفت صفت در نظر داشت، یکی رنگ، البته رنگ گل، دیگه موقعیت گل، سومش رنگ دانه هایش، چهارم شکل دانه، پنجم شکل پوش دانه، ششم رنگ پوش دانه و هفتم قد دانه بود. تیر ورزم دکتر سبیانو در مندل تحقیقات پا حقل بحث کرده و
صرف فنن یو مختصر یادوري تکو ترسو د درس تسلسل د منزل نشي. من دل خپل تحقیقات په یو نبات په نوم د مشنګ شکړی او معمولا په مشنګ نبات کې مدل سو صفات نظر کې نیولی ول چې نظر په هماغه صفاتو یې کوشش کوه نباتات خالص کی ترسو د خالص نسل د طریقه وکولی شي مختلف نسلونه رامنځته کی. معمولا کوم خالص نسل چې مندل رامنځته کړی و فرزن د نبات د رنګ د لحاظه اول یې کوشش کوه سپین خالص نبات لاسته راوړي، بجانی خالص نبات لاسته راوړي او وروسته د هغې دواړه یو بل سره تزویج کړي ترسو د هغوی نتیجه وګوري. په اول نسل کې معمولا هغه خصوصیت یا هغه رنګ د نبات ظاهر شو چې قوي و، او هغه چې ضعیفه و پټ پاتې شو، خپل ځان ښکاره نه شو کړی. د دې لپاره چې مندل وکولی شي دا ثابته کړي چې آیا همدا د پټ رنګ نبات کولی شي خپل خاصیت یا خپل رنګ ظاهر کړي یا نه، اول نسل یو بل سره تزویج کړه، دویم نسل لاسته راوړو، په دویم نسل کې نتیجه ولیده چې بخیر د دې نه چې غالب خصوصیت منځته راځي مغلوب خصوصیت هم کولی شي خپل ځان ښکاره کړي. هغه خصوصیت چې په اول نسل کې ځان ته تبرز ورکړی و هغه یې د ډومایننت یا غالب په نوم یاد کړ، او کوم چې خپل خصوصیت ته تبرز نه و ورکړی هغه یې د مغلوب یا ریسیسیف په نوم یاد کړ، چې همدا ریسیسیف یا مغلوب بیا په دویم نسل کې ځان ښکاره کړی و. او د همدې ځینې نتیجه واخیسته چې که یو صفات په اوله مرحله کې یا په اول نسل کې ځان ښکاره نه کړي، امکان لري چې په دویم او په درېیمو نسلو کې یا بعدي نسلو کې خپل ځان ښکاره کړي. کوم تحقیقات چې من دل شه کړي ول په مشنګ نبات و، او د مشنګ نبات څو خصوصیات نظر کې نیولي و. یو د خصوصیتونه دا و چې د مشنګ نبات د ګلانو رنګ نظر کې نیولی و، دویم دا چې همدا ګلان په نبات کې کوم قسمت کې موقعیت لري، پس دویم خصوصیت موقعیت د ګل و، دریم هغه دانې چې په مشنګ نبات کې شته آیا زیړ رنګ لري که شین رنګ، پس د دانو رنګ نظر کې نیولی و. په همدې ترتیب همدا دانې آیا صافي دي که غونجي، او بل دا چې کوم پوغ چې د دانو په شاوخوا کې ده آیا دا پوغ صاف ده که غونج، یا همدا پوغ شین رنګ لري که زیړ رنګ، او بالاخره اخیری خصوصیت چې د نبات نظر کې نیولی و قد د نبات و چې آیا نبات اوږد ده که لنډ. د همدې تحقیقاتو په نتیجه کې چې مندل اجرا کړي وو بعضی اصطلاحات یې تعریف کړل، مثلا هوموزایګوس څه ته وایي، هیتروزایګوس څه ته وایي، یا فینوټایپ څه ده، جینوټایپ څه ده. هوموزایګوس هغه الیلونو ته وایي چې یو بل سره کاملا مشابه. ډاکټر صاحب اسما همسن فیوی دیگیتون صدای مدارن از طرف شما، حتما اینترنت تان ضعیف است. کوم اصلاحات چې مندل په خپل تحقیقاتو کې تعریف کړي و د هغې جملې نه یو هوموزایګوس و. هوموزایګوس کوم حالت ته ویل کیږي؟ کله چې دوه الیله د یو جین په سر کاملا یو بل سره مشابه وسي، یا مکمل غالب وسي، یا مکمل مغلوب وسي، دې ته وایي هوموزایګوس. هیتروزایګوس کوم حالت ته وایي چې همدا الیلونه فرق ولري، یو غالب وسي بل مغلوب، دې ته وایي هیتروزایګوس. فینوټایپ څه ته وایي؟ د یو ژوندي موجود هغه خصوصیت چې موږ په سترګو لیدلی شو، مثلا رنګ د نبات، قد د نبات، دا خصوصیت دی چې موږ یې په سترګو ګورو، دې ته وایي فینوټایپ. جینوټایپ څه ته وایي؟ هغه خصوصیت چې موږ یې په سترګو نه ګورو. فرضاً د یو نبات د رنګ دپاره موږ دوه الیلې لرو، یو زیړ رنګ او بل شین رنګ. همدا د زیړ رنګ او شین رنګ جینیتیکي حالات که موږ وښیو، دې ته وایي جینوټایپ. معمولا پخواني علما په دې نظر ول چې ټول خصوصیات د پلار او مور نه په مستقیم ډول د اولاد د والدینو اولاد ته انتقالیږي. کوم فاکتور په دې کې برخه نه لري، په مستقیم ډول دا انتقالیږي اولادو ته. مګر مندل دا تیوري رد کړې وه. مندل ویلي چې ټول خصوصیات د دې لپاره چې د والدینو نه یا د پلار او مور نه اولاد ته انتقال شي، ځان ته مشخص فاکتورونه لري. د مشخصو فاکتورو یا د مشخصو کنټرولونکو عواملو د طریقه دا خصوصیت
والدينو ته انتقالي چې همدا فاکتورونه یا همدا عاملونه چې خصوصیت دی او نسل نه بل نسل ته انتقالي د علیل په نومه یاد کړو. در جریان تحقیقات مندل یک تعدادی از اصطلاحات را مندل تعریف کرده بود و اصطلاحات را که تعریف کرده بود این نظر به تحقیقاتش بود. تحقیقات را که اجرا کرده بود، نتایجی که از اینا بر دست آورده بود، بر اساس از او تانست که یک تعداد اصطلاحات و ویژگی ها را در وراثت دریافت کنه. مثلا حالت هوموزایگوس به کدام حالت گفته میشه؟ در حالت که هر دو علیل یک جن کاملا مشابه باشه، یا هر دویشان مکمل غالب باشه و یا هر دویشان مکمل مغلوب باشه. این حالت یاد میکنه به نام هوموزایگوس. هتروزایگوس به کدام حالت گفته میشه؟ حالتی که هر دو علیل فرق داشته باشه، یکیش غالب باشه و دیگیش مغلوب باشه. فینوتایپ به کدام حالت گفته میشه؟ در صورتی که ما در مورد ظاهر یک موجود زنده گپ میزنیم یا خصوصیات از موجود زنده را که ما به چشم خود میبینیم او را به نام فینوتایپ یاد میکنه. جینوتایپ چیست؟ در صورتی که ما علیل های همو صفت بنویسیم یا در مورد علیل های یک صفت بحث کنیم ایره یاد میکنه به نام جینوتایپ. یعنی جینوتایپ در کل خصوصیت است که ما به چشم خود دیده نمیتانیم، فقط نتیجهش ما در فینوتایپ مشاهده میکنیم. دانشمندان قبلی معتقد به این بودن که خصوصیات ارثی از پدر مادر به اولادها به شکل مستقیم انتقال میکنه، بدون از اینکه کدام عامل اینا را تحریک کنه، بدون از اینکه کدام فاکتور دیگه در اینا سهم بگیره، به شکل مستقیم انتقال میکنه به نسل بعدی. در حالی که این نظریه غلط بود و مندل نظریه علمای قبلی را رد کرد، عوضش مندل بیان داشت که تمام خصوصیات ارثی توسط یک تعداد فاکتورها کنترل میشه. توسط فاکتورهایی که امی خصوصیات ارثی کنترل میشه اینا را به نام علیل فعلا میشناسیم، در حالی که او وقت مندل همین خصوصیات به نام فاکتور یاد میکرد. صرف گفت که یک تعداد فاکتورهای وجود داره که امی خصوصیات کنترل میکنه تا از یک نسل به نسل دیگه انتقال پیدا کنه. پس لات که گوره دکتر سیبانو چه همه غیست الله چه مندل تعریف کردی و دیو تصویر به شکل تاست خود دل شوی؟ دکتر سیب محمد رحیم قرائش، فینوتایپ حق خصوصیت و تولکی که چه منگای پستر بگورو، یعنی ظاهر و خصوصیت. فرزن دیو موجود قد، دیو موجود رنگ، یا د یو گل رنگ، د یو گل شکل، یا دا چې گل په کم قسمت کې ده، د ټولو ته وایي فینوتایپ. په عمومي ډول هغه خصوصیت چې موږ یې په سترګو ګورو هغې ته وایي فینوتایپ. په تصویر کې وګورئ ډاکتر صاحبانو، هوموزایګوس کوم حالت ته ویل کېږي چې دواړه علیله یو بل سره کاملا مشابه اوسي، یا غالب اوسي او یا هم مغلوب. په اول تصویر کې وګورئ دو غټې ایګانې دي. معمولا د دې لپاره چې موږ علیلونه وښیو، په انګلیسي حروفو یې ښیو، هغه علیلونه چې غالب اوسي او ځان ښکاره کوي هغه په غټو حروفو ښیو، او هغه چې خپل ځان نه ښکاره کوي هغه په وړو حروفو ښیو. دلته وګورئ دوه علیلونه ښودل شوي، دواړه په غټې ای ښودل شوي، په دې معنی چې دواړه خالص علیلونه دي، دواړه یو بل سره کاملا مشابه علیلونه دي. همدې حالت ته وایي هوموزایګوس. هوموزایګوس یوازه دا نه ده چې علیلونه غالب اوسي، امکان لري دواړه علیله مغلوب اوسي. صرف د دې دپاره چې دواړه علیله یو بل سره مشابه اوسي، دې ته وایي هوموزایګوس. په دویم تصویر کې وګورئ دواړه علیلونه په کوچني حرفونو ښودل شوي، دواړه یو شان خصوصیت لري، عیناً یو رقم دي، همدې ته وایي مغلوب هوموزایګوس حالت. هتروزایګوس کوم حالت ته ویل کیږي؟ چې په یو جین کې هم مغلوب علیل موجود وسی او هم غالب، یعنی دواړه شکل د علیلونو په دې کې موجود وسی. عباد الله نصری، ډاکټر صاحب، فینوتایپ به خصوصیت گفته میشه که
به چشم دیده میشه، خصوصیتی که قابل مشاهده باشه، خصوصیتی که ما بتانیم در مورد از او بحث کرده بتانیم به نام فینوتایپیت میشه، یعنی خصوصیت ظاهری، مثلا رنگ یک گل، قد یک نبات یا یک شکل یک نبات، همیشه یاد میکنه به نام فینوتایپ. فینوتایپ خصوصیت ظاهری از به چشم دیده میشه، اما جینوتایپ به خصوصیت گفته میشه که به چشم دیده نمیشه. سمه د ډاکټر صاحب محمد رحیم که مشکل لري وای چې تکرار کوم قسمتونه چې درنه پاتې وای تکراروم. سمه ده ډاکټر صاحب قریشي، دا درس مو تکرار ده، تېر هفته هم دا په صنف کې په حضوري شکل ویلی و. در مورد تحقیقات که مندل اجرا کرده بود، جدول هایی که مندل نشان میداد یا بر روی جدول هایی که تحقیقات خود نوشته می کرد نسبتا مغلق بود، به خاطر از اینکه همین نتایج مندل به شکل درست بفهمیم یا تحقیقات که مندل اجرا می کرد نتایجش به شکل درست پیش بینی کرده بتونیم، یک دانشمند دیگه به نام دکتر سبای عزیز چت کردن تون اگر لطف کنین بس کنین، به خاطر از اینکه فوکس ما طرف چت کردن شما می باشه تسلسل درس از پیش ما میره. دکتر صاحب اکمل عمر کوم سلاید تکرار کوم؟ مندل هغه دانشمند و چې د اولین ځل دپاره د وراثت په هکله خپل تحقیقات کړي وو. معمولا مندل د دې دپاره چې وکولی شي ارثي خصوصیت یا وراثت ثابت کړي، یو علم رامنځته کړي د وراثت په نوم، خپل تحقیقات یې په یو نبات باندې اجرا کړي وو په نوم د مشنګ. په مشنګ نبات کې مندل څو خصوصیت نظر کې نیولي وو چې هر یو دا خصوصیت یې کوشش کوه خالص کړي د دې دپاره چې وکولی شي دس یو نسل رامنځته کړي چې په هغې کې معلوم کړي کوم خصوصیت د ښکارېدو وړ دي او کوم خصوصیت د ښکارېدو وړ نه دي. د همدې دپاره و چې مندل اول کوشش کوه نسل خالص کړي تر څو نتیجه یې په سم شکل لاسته راوړي او همدغه خالص نسل د یو بل سره تزویج کړي. معمولا د دې دپاره چې مندل خپل تحقیقات اجرا کړي د یو نبات په کوم نبات چې خپل تحقیقات اجرا کړي و مشنګ وه او په مشنګ کې و خصوصیت نظر کې نیولي وو. د دې جملې نه یو خصوصیت دا و چې د نبات د ګل رنګ مطالعه کړی و، دویم دا چې همدا ګل د نبات په کومو قسمتو کې امکان لري موجود اوسي، یا هغه دانې چې په دې نبات کې تولیدیږي کوم رنګ لري، د شکل د لحاظه آیا دا دانې صافي دي که غونجې،
یا هغه پوښ چې د دې دانو په شاوخوا کې شته. دا پوښ آیا زیر رنګ لري که شین رنګ لري، او یا هم دا چې کوم پوښ چې د دې دانو په شاوخوا کې شته صاف ده، منظم ده که منظم نه ده، او بالاخره د نبات قد نظر کې نیولی و. دا هر صفت منزل اول خالص کوو، بعد د هغې نه یو بل څه تزویج کوو. د خالصو صفتو په نتیجه کې کوم نسل چې منځته راغی هغې ته اف نسل ویلی. اف ون نسل کوم نسل ده؟ یعنی فرست فیلیل جنریشن، اولین نسل، چې په اولین نسل کې فقط هغه صفت خپل ځان ته تبرز ورکوه چې غالب و، مغلوب صفت پټ پاتې کېده. د دې دپاره چې مندل پوه شي چې آیا همدا کوم صفت چې پټ پاتې ده امکان لري چې په آینده کې ښکاره شي که نه، د اول نسل نتیجه یو بل سره تزویج کړه. ټیټی نسل، غټه ټی او وړکی ټی، یعنی هتروزاګوس حالت ده، الیلونه دواړه پکې شته، لیکن د خصوصیاتو د لحاظه، د فینوتایپ د لحاظه فقط غالب الیل خپل ځان ښودلی. همدا نسل د یو بل سره تزویج کړ. دویم نسل لاسته راغی په نوم د اف ټو یا سیکنډ فیلیل جنریشن. په سیکنډ فیلیل جنریشن کې بغیر د دې نه چې غالب خصوصیت موجود و، مغلوب خصوصیت هم خپل ځان ښکاره کړ. بس دم دیز نه نتیجه واخسته چې که هغه خصوصیت په اول نسل کې ځان پټ کی، په اول نسل کې ځان ښکاره نشي کړی، امکان لري په بعدي نسلو کې، په دویم نسل کې یا په دریم نسل کې خپل ځان دوباره ښکاره کړي. نظر په همدې چې یو صفت پټ پاتې کیږي او بیا یو صفت ځان ښکاره کوي، مندل دوه مهمو برخو ته متوجه شو. یو دا چې هغه الیلونه چې خپل ځان ښکاره کوي یا هغه صفت چې خپل ځان ښکاره کوي هغې ته غالب صفت وایي چې د ډومایننت په نوم یادیږي، او هغه صفتونه چې خپل ځان نشي ښکاره کولی پټ پاتې کیږي هغې ته ریسیزیف ترټس یا مغلوب صفت وایي. موضوع اصلی ما اصلا مربی پونت است. خود مربی پونت در اصل یک جدول است که از طریق از ما میتونیم پیش بینی کنیم که نسل بعدی چه خصوصیات می داشته باشه یا نسل بعدی به کدام شکل می باشه. تحقیقات را که مندل اجرا کرده بود بروی جدول هایی که مندل کار می کرد نسبتا مغلق بود، به خاطر از اینکه همه جدول ها قابل فهم شوه و استفاده این جدول ها به مردم آسان شوه، یک دانشمند دیگه به نام رینالد پونت یک جدول را ترتیب داد که این جدول چهار خانه داشت، به شکل جدول مربع بود که از طریق این جدول مربع میتونست نسل های آینده را پیش بینی کنه. مثلا در این جدول ببینین، در اصل همین جدول یک مربی پونت است. در مربی پونت کس علیل های یک والد در یک قسمت نشان داده میشه و علیل های والد دیگه در قسمت دیگه نشان داده میشه. در موردشان برتون میگم که کدام علیل ها در کدام قسمت نشان داده میشه و یا به چی شکل و نتیجهشان در کجا نوشته میشه. در کل در مورد مربی پونت بفهمین که عبارت از یک جدول ضربی جنتیکی است که نتایج یک تزویجه به صورت احتمالی نشان میده. هدفش چی است؟ یعنی مربی پوند عبارت از یک چوکات است که در او ما میتونیم نتایج یک تزویج پیش بینی کنیم. تزویجی که صورت گرفته چی نتیجه داره، چی گونه اولادها را به وجود آورده میتونه، تمام ازی مربوط بشه به مربی پوند. معمولا به خاطر ازی که ما یک حالت پیش بینی کنیم، نه تنها در جنتیکس ولو در حالت باشه، به خاطر ازی که ما بفهمیم که یک نتایج پیش بینی میکنیم، دکتر صاحب نجیب الله مربی پونت که مشخص نوم نلری، پونت سکویر پس ده حقا جدول ده چه ده حقی ده طریق من کوله شو در اطلون که نسل نتیجه پیش بینی کو، ده کم طریق نده در اطلون که نسل نتیجه من پیش بینی کوله شو ده احتمالات و ده طریقه. احتمالات صدوی د یو نسل د منظرات لولو نتیجه،
یا هغه چانس چې موږ وکولای شو د هغې د طریقه پوه شو چې کوم نسل مخ ته راځي. مربی پون چی است؟ یک جدول ضرب جنتیکی است که از طریق همی جدول ما میتونیم نتایج یک تزویج پیش بینی کنیم. معمولا به خاطر ازی که ما بتونیم نتایج یک تزویج پیش بینی کنیم به اساس احتمالات پیش میریم. خود احتمالات چی معنی داره؟ چانس اتفاق افتادن یک نسل یا چانس اتفاق افتادن یک چیزه. اگر ما بخوایم نشان بدیم ایره به نام احتمالات یاد میکنن. همه احتمالات در جنتیکس ما در مربی پونت نشان میدیم. خصوصیات که یک مربی پونت می داشته باشه قسم است که چون در صورت نرمال در حالت نرمال والدین در اصل از صفات مختلف پدر و مادر تشکیل میشه، بروی مربی پونت ما همی خصوصیات نشان میدیم. مثلا از یک والد فرض مثال از پدر ما در قسمت افقی جدول نشان میدیم، در قسمت بالای جدول به صورت افقی نشان میدیم، از مادر به شکل عمودی در طرف چپ جدول. یعنی مهم نیست که همیشه ما بگوییم از مادر در قسمت بالای جدول نشان داده میشه یا از پدر در طرف چپ جدول. صرف شما بفهمین که به خاطر ازی که ما بتونیم همی علیل های پدر مادر را جدا کنیم، از پدر یا از مادر در یک قسمت جدول نشان میدیم، فرضاً در قسمت افقی در قسمت بالای جدول به شکل افقی نشان میدیم، یا از والد دیگر در قسمت عمودی نشان میدیم به طرف چپ. همی از مربی پونت و نتیجه که از اثر تزویجی هر دوی از اینا به دست میه اینا رو در داخل چوکات نشان میدیم. بروی چوکات برتان نشان میدیم. فرض کنین ایجا که تی کلان و ای تی کلان علیل های یک والد است، به طور مثال ای علیل های پدر است، و در طرف چپ جدول ببینین به شکل عمودی ما علیل های مادر نشان داریم. چون هر صفت به خود دو علیل می داشته باشه، به خاطر از اینکه ما نتایجش پیش بینی کرده بتونیم علیل های اینا را جدا می کنیم از هم دیگه، از پدر در قسمت بالا به شکل افقی نوشته می کنیم، از مادر در طرف چپ به شکل عمودی نوشته می کنیم. هر نتیجه که از اینا به دست می آید در نتیجه تزویج از اینا فرزن تی کوچک با تی کلان یک جای میشه. در نتیجه تزویجشان نسل که به وجود میه اونا رو در داخل جدول نشان میدیم. یعنی نتیجه هر ضرب جنتیکی را، نتیجه هر یک از دو علیل ما در داخل جدول نشان میدیم. اینجا ببینین خصوصیات پدر و مادر علیل هایشان از همدیگر جدا کرده، از پدر در جدول در قسمت بالا به شکل افقی نشان داده، از مادر در قسمت چپ جدول به شکل عمودی نشان داده. نتیجه که از اینا به وجود میه اینا را در داخل چوکات های جدول یا در داخل هر مربع ما ذکر میکنیم. اگر علیل تی کوچک همراه با علیل تی بزرگ یا غالب یک جا شود، نتیجه شان چی میباشه؟ تی تی. به همین ترتیب اگر همی تی کوچک همراه با تی بزرگ دیگر یا علیل دومی یک جا شود، نتیجه شان چی است؟ تی تی. به همین ترتیب نتایج احتمالی را میبینیم که در هر چهار مربع به دست آمده. همین نتایج احتمالی را به نام ضرب جنتیکی یاد میکنه که به شکل احتمالی پیش بینی کرده که کدام نسل به وجود میاد. به همین ترتیب شما میتونین هر خصوصیت والدین در این جدول پرتین، از یکی از والدین به شکل افقی در بالای جدول، فرد دیگه از والدین به شکل عمودی در طرف چپ جدول نشان میدیم. نتیجه که از تزویج از اینا با وجود میایه اینا را در داخل چوکات نشان میدیم. پس میبینیم که به صورت احتمالی ما پیش بینی کردیم که نتیجه تزویج دو تی کلان با دو تی خرد چی میباشه. کلا میبینیم که اولادها تی هدفش تال است، قد بلند. به خاطر از اینکه قد بلند نشان بدیم توسط تی کلان نشان میدیم، و به خاطر از اینکه قد پخچه یا کوتاه نشان بدیم ایره توسط تی کوچک نشان بدیم. پس نتیجه که در اثر تزویج اینا به وجود میآید در داخل جدول میبینیم که کلشان یکی است. تی کلان تی خورد، ایجام تی کلان تی خورد، در این قسمت هم به همین ترتیب. پس میبینیم که اول کدام علیل ما قرار گرفته؟ علیل با تی کلان. در اینجا میبینیم که تمام از اولادها قدشان بلند است، اما بلند خالص نیست. از لحاظ فینوتایپ اگر ما ببینیم شخص قد بلند داره، اما وقتی میخوایم جینوتایپش نشان بدیم، میبینیم که جینوتایپش
هم قد بلند داره و هم قد پخش. اگر فکرتان باشه چند دقیقه قبل در مورد فینوتایپ براتون گفتم، وقت ما خصوصیات ظاهری یک موجود زنده را میبینیم، مثلا ما از ظاهرش قضاوت میکنیم قدش بلند است، در حالی که دیگه در موردش نمیفهمیم آیا علیلایش خالص است یا خالص نیست. همین حالت یاد میکنه به نام جینوتایپ. وقت ما علیلهایش نوشته میکنیم، وقت ما علیلهایش ذکر میکنیم، همین حالت یاد میکنه به نام جینوتایپ. بله دکتر محمد رحیم، تی تی کس تی کلان قد بلند است تال و تی کوچک نشان دهنده قد پخش یا قد کوتاه است، که امی تی خورد علیل مغلوب است و تی کلان علیل غالب است. دکتر سایبایی که داری صحبت میکنین، آیا تا این قسمت چیز برداشت کردین یا نی؟ مربی پونت سده کم تحقیقات چه مندل اجرا کردی و پا کم جدول که چه خپل نتیجه خودل نسبتا مغلق و دیده ده پاره چه همده نتیجه پا آسان شکل و خودل اشی او یا هم او کولیشو چه خپل دردلون که نسل نتیجه پیش بینی که چه اولادون بای پا کم شکل و سی دیده ده پاره پونت یا بل جدول را مرسه که او د دې لپاره چې اسانه وو د خلکو د قبول وړ وګرځېده، د همدې په افتخار په نوم د مربی پونټ یادېږي. چا چې مربی پونټ کشف کړی وه یا مربی پونټ یې جوړه کړله په نوم د رینالډ پونټ وه، او د همدې په افتخار چې دا جدول اسانه وو او ټول وکولای شو دې نه استفاده وکړي، د پونټ د مربی په نوم یادېږي. پونټ مربع څه ده؟ په اصل کې یو جینیتیکي جدول ده چې په هغې کې موږ د راتلونکي نسل نتیجه خپله پیشبیني کوو چې کوم نسل منځ ته راتللی شي، کوم خصوصیت لرلی شي. همدې ته وایي د پونټ مربع. پونټ مربع څه شی ده؟ یو جینیتیکي جدول ده چې په هغې کې موږ د راتلونکي نسل پیشبیني کوو چې کوم خصوصیت لرلی شي. معمولا په پونټ مربع کې د دې لپاره چې وکولی شو موږ یو نسل پیشبیني کړو، د راتلونکي نسل نتایج وګورو، په دې کې د والدینو الیلونه د یو بل نه بیلیږي. د یو والد علیلونه د جدول په افقي قسمت کې ښودل کیږي او د بل والد علیلونه د جدول په عمودي قسمت کې ښودل کیږي. د هر والد علیلونه باید د یو بل نه بیل کړو، چون موږ ویلي د هر صفت دپاره دوه علیله موجود دي. پس دا دوه علیلونه موږ په اصل کې د یو بل نه بیلوو، د دې دپاره چې وکولی شو د راتلونکي نسل نتیجه معلومه کړو. او کومه نتیجه چې بیا د دې علیلونو د تزویج نه لاسته راځي، موږ دا په هر چوکاټ کې ښیو، په هر مربعی کې یا په هر خانه د جدول کې موږ نتیجه ښیو. درست است منیشه جان قند، در مورد خصوصیات دیگه فرض مثال در مورد رنگ نبات اگه بگویم، رنگ این نبات به صورت عموم نبات مشنگ دو رنگ داشت، یا رنگ سفید می داشت یا رنگ ارغوانی می داشت. به خاطر از اینکه ما بتانیم علیل های از اینا را از هم دیگه جدا کنیم، فرزن علیل رنگ سفید از علیل رنگ ارغوانی جدا کنیم و همی علیل ها را در هر دو والدین جدا کنیم، یعنی هم در پدر هم در مادر. این علیل ها را ما در دو قسمت جدول نشان می دیم. مثلا از پدر فرض مثال شما تی را عوض تی رنگ نبات در نظر بگیرین، صفت غالب ما در نبات از لحاظ رنگ رنگ بنفش است. ایجا فرض کنین که از لحاظ صفات غالب فرض کنین که در قسمت افقی جدول پی کلان در این قسمت جدول نشان داده شده و در این قسمت جدول هم بازم پی کلان نشان داده شده که هر دویش مربوط میشه به علیل های غالب، و در این قسمت پی کوچک
در قسمت پایین هم پی کوچک نشان داده شده که نشان دهنده علیل های مغلوب است و علیل مغلوب ما عبارت از رنگ سفید می باشد. پس از یک والد در قسمت عمودی جدول نشان می دیم و از والد دیگر در قسمت افقی جدول. هر کدام از اینا را با هم دیگر تزویج می کنیم. نتیجه که از اثر تزویج از اینا با وجود می در کجا نوشته می کنیم؟ در داخل خانه های جدول. مثلا تی کوچک همراه با تی بزرگ یک جا شد، نتیجهش در اولین خانه جدول نوشته میشه. باز تی کوچک همراه با تی بزرگ یک جا شد، نتیجهش در دومین خانه جدول نشان داده میشه. هر چیزی که یا هر علیلی که ما در داخل خانه های جدول نشان میدیم در اصل چی است؟ نتیجه پیش بینی شده است. ما پیش بینی کردیم که نسل که با وجود میه اینی خصوصیت داره، قدشان بلند است اما بلند خالص نیست. علیل مغلوب هم در اینا موجود است. یا رنگشون، رنگ گل نبات به شکل رنگ ارغوانی است اما از لحاظ فینوتایپ همه علیل هایش خالص نیست، بلکه دو علیل داره، هم مغلوب در خود داره هم غالب در خود داره. بله منیژه جان، قند به خاطر از اینکه ما بتانیم صفات نشان بدیم، به خاطر هر کدامش ما از حروف انگلیسی استفاده میکنیم. او صفتی که غالب باشه ما به حرف کلان انگلیسی نشان میدیم و صفت هایی که مغلوب باشه به حروف کوچک انگلیسی نشان میدیم. معمولا هر صفت به خاطر از اینکه ما در موردش بحث کنیم دو علیل داره، یعنی دلیل از اینکه دو علیل می داشته باشه ای است که هر شخص به خاطر هر صفت یک علیل خود از مادر میگیره و علیل دیگه خود از پدر، پس همین دو علیل با هم دیگه یک جای میشه، یک صفت تشکیل میده. از همین خاطر است که ما اینا را به دو حرف نشان میدیم. و نظر به این که همین علیل هایشان غالب است به حرف کلان نشان میدیم و اگر علیل هایشان مغلوب است به حرف کوچک نشان میدیم. نخیلی حروف ثبت شده هستند، از دل خود نمیتونیم حروف نشان بدیم، این نظر به خصوصیت نشان میدیم. مثلا در رنگ نبات صفت ما از لحاظ غالبیت رنگ بنفش غالب بود. رنگ بنفش به کدام حرف نشان میده؟ به حرف پی نشان میده. پی یعنی پرپل بنفش، پس علیلش پی شد، به حرف پی نشان میدیم. یا از لحاظ قدش، قد نبات بلند به نام تی یاد میشه، تی یعنی تال بلند، پس امی صفتش به حرف تی نشان میدیم. نمیتونیم به خاطر تی ما از حرف ال استفاده کنیم، یعنی تو لند نمیشه. صرف چون صفت غالب ما قد بلند است باید به حرف تی نشان بدیم و تی هم به معنی تال است. خب د پوند مربی په حق لمو ویلی په اصل کې یو جنیتیکی جدول ده چې د دې په وسیله موږ کولی شو د راتلونکي نسل نتایج پیشبیني کړو چې راتلونکی نسل څه خصوصیت لري او د تزویج په نتیجه کې کوم نسل منځته راتللی شي. معمولا په پوند مربع کې د دې لپاره چې موږ وکولی شو مختلف خصوصیت وښیو، د پلار علیلونه د یو بل څخه بیلیږي، د جدول په افقي قسمت کې یا په عمودي قسمت کې ښودل کیږي په همدې ترتیب د مورم. فرض مثال د پلار علیلونه د جدول په افقي قسمت کې موږ ښیو او د مور علیلونه موږ د جدول په عمودي قسمت کې په چپه خوا کې ښیو. کوم نتیجه چې دوی دواړه نه لاسته راځي هغه د جدول په خانو کې لیکل کیږي. دلته وګورئ، د پلار علیلونه فرض کړئ چې هوموزایګوز دي، دواړه غالب دي. د مور علیلونه هتروزایګوز دي، دواړه مغلوب دي. په وړکي حرف چې ښیو هغه مغلوب حالت ښیي او په غټ حرف چې ښیو هغه غالب حالت ښیي. غالب حالت کوم حالت ته ویل کیږي؟ یعنی خپل ځان ښکاره کولی شي. مغلوب کوم حالت ته ویل کیږي؟ یعنی خپل ځان نشي ښکاره کولی. هر کله چې موږ د پلار مور علیلونه د یو بل نه بیل کړل، دا دواړه کله چې یو بل سره تزویج شي کومه نتیجه چې لاسته راځي هغه د جدول په خانو کې ښیو. مثلا د مور علیل وړکۍ تی ده او د پلار علیل غټه تی ده، یعنی د پلار صفت غالب ده. د دوی د تزویج په نتیجه کې کوم نسل منځته راځي؟ تی تی، غټه تی او وړکۍ تی. پس د جدول په خانو کې چی ده؟ په اصل کې د تزویج نتیجه ښودل کیږي.
پوه شوې تر دې ډاکټر صاحبانو که څوک مشکل لري ووایي چې تکرار کړم. دکتر صاحب جمشید علی، موضوع درستان جمشید علی د درس موضوع د مندل قوانین ده، مندل لاس په کتاب کم فارسی لیکل شوی، کولای شي په ګوګل کې سرچ کیا دا چې قوانین څه دي، وروسته د قوانینو په هکله بحث کوو. فعلا موضوع په پونټ سکوير ده. پونټ سکوير څه ده؟ یو جنیتیکی چارت، جنیتیکل چارت، چې په دې چارت کې مونږ کولای شو د یو تزویج نتیجه پیشبینی کړو. خب تحقیقات که مندل اجرا کرده بود، در جریان تحقیقات خود مندل به چند نتیجه رسیده بود. در نتیجه نتایج خود قوانین مندل به وجود آمد. معمولا قوانین مندل به صورت عموم در دو حالت مطالعه میشه، یکی قوانین اوصاف واحد است و دیگه هم قانون جوره شدن آزاد. قانون اوصاف واحد منظورش چی است؟ قسمی که برتان گفتم به خاطر هر صفت دو علیل وجود داره که این دو علیل یکیش از پدر گرفته شده می باشه و دیگهش از مادر گرفته شده می باشه. پس در کل میگیم به خاطر هر صفت دو علیل یا دو فاکتور وجود داره که از این فاکتورها یکیش از پدر گرفته میشه و دیگهش از مادر. همین را یاد میکنه به نام قانون تفکیک یا لا آف سگرگیشن. در قانون لا آف سگرگیشن معمولا زمانی که ما علیل ها را از هم جدا میکنیم هر گمت یک دانه علیل می داشته باشه. اگر همه گمت ها با هم دیگه یک جای شوند زایگوت تشکیل میده که زایگوت با هر دو علیل در خود می داشته باشه. فهمیدین هدف شد دکتر صبا یا نی؟ دکتر منیجر در آخر درس در مورد خصوصیات غالب در مورد حروف برتون معلومات میتم. درست است، فعلا درس ادامه میتیم، انشاءالله داخل متوجه بسازین برتون میگم. در قوانین مندل قانون اولشی است که به خاطر هر صفت دو فاکتور وجود داره که از طریق همین دو فاکتور خصوصیات از یک نسل به نسل دیگه انتقال میکنه. قسمی که میگیم به خاطر هر صفت دو فاکتور یا دو علیل وجود داره، دلیل از اینکه دو علیل موجود است ای است که یک علیل از پدر میباشه و علیل دیگه از مادر، یعنی به خاطر از اینکه یک صفت تشکیل شوه دو علیل با هم یک جا میشه که یک علیل از مادر گرفته میشه و علیل دیگه از پدر گرفته میشه. همین خاصیت یاد میکنه به نام قانون اوصاف واحد، قانون تفکیک. قانون دومشان قانون جوره شدن آزاد است. هدف قانون جوره شدن آزاد هم عینا مثل قانون اول است که به خاطر هر صفت علیل های جوره موجود است، یعنی دو علیل موجود است که امی علیل ها در هنگام تزویج از همدیگه جدا میشن و زمان که زیگوت تشکیل میتن به صورت تصادفی با هم یک جا میشن. یعنی به خاطر هر صفت دو علیل موجود است، زمانی که امی صفت ها یا همین نسل بخواین با همدیگه تزویج شوند علیل ها از همدیگه جدا میشه و صورت جداگانه به نسل بعدی انتقال میکنه. یعنی انتقال علیل ها به شکل مستقل و به صورت جداگانه به نسل بعدی صورت میگیره.
در مورد قانون دوم گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل موجود می باشه که همی علیل ها در هنگام تزویج از همدیگر جدا میشه و به نسل بعدی به شکل مستقل هر کدامش انتقال میکنه. دیگه ای که زمانی که گمیت ها با هم یک جا میشن تا نسل بعدی را تشکیل بدن، جوره شدن این علیل ها به شکل تصادفی می باشه. علیل رنگ زرد همراه با علیل دانه چملک یک جای میشه، یا علیل رنگ سبز همراه با دانه صاف یک جای میشه. این یک شکل تصادفی است. تصادفا با هم دیگه هر کدامش که جوره شد، همین خاصیت یاد میکنه به نام جوره شدن آزاد. کوم تحقیقات چې مندل اجرا کړي وو، د تحقیقاتو په نتیجه کې مندل بعضې قوانین کشف کړه. یو د دې قانونونه لا اف سګریګیشن، یا قانون د تفکیک، قانون د بیلولو ده، چې مندل په خپل دې قانون کې وویلې چې د هر صفت دپاره دوه علیله موجود دي. کوم علیلونه چې د یو صفت دپاره موجود دي، په اصل کې یو په پلار پورې اړه لري او بل په مور پورې اړه لري. د دې صفتونو په نتیجه کې کوم نسل چې رامنځته کیږي، د دوی د تزویج په نتیجه کې کوم نسل چې رامنځته کیږي، د دواړو علیلونه فقط یو دانه د ظاهري خصوصیاتو د لحاظه ځان ښکاره کوي، مګر په جینوټایپ کې دواړه موجود دي. څنګه چې د پون په مربع کې تاسو ته وویلې، په دلته وګورئ، د پلار علیلونه غالب و، د مور علیلونه مغلوب، مګر په نتیجه کې په فینوتایپیک حالت کې کوم نباتات چې منځته راځي غالب خصوصیت لري، یعنی د پلار خصوصیت انتقال کړی، مګر که جینوتایپ وګورو دواړه علیلونه پکې شته. همدې ته په اصل کې وایي قانون د اوصافو واحد، یا د واحد و اوصافو قانون. دویم قانون کوم د څنګه مچو ویلې، د هر صفت دپاره دوه علیله موجود دي، یا د هر صفت د کنټرول دپاره دوه مختلف فکتورونه موجود دي، چې همدا فکتورونه د تزویج په وخت کې یو بل نه بیلیږي، او د دې دپاره چې بل نسل تشکیل کړي په تصادفي ډول دواړه علیل یو بل سره یوځای کیږي. دا چې کوم علیل د کوم علیل سره یوځای کیږي زموږ او ستاسو په لاس نه ده، په تصادفي شکل دواړه علیل د یو بل سره یوځای کیږي تر څو وکولی شي یو صفت تشکیل کړي. در کل در مورد قوانین مندل بازم برتون میگم که دو قانون کشف کرده بود. یک قانون شی بود که به خاطر هر صفت دو فاکتور یا دو علیل جداگانه موجود می باشه، که از این علیل ها یکیش مربوط میشه به پدر و علیل دیگه مربوط میشه به مادر، که از لحاظ فینوتایپ یا خصوصیات ظاهری فقط یکی از اینا خود ظاهر می سازه، ولی از لحاظ جینوتایپ هر دوی از اینا موجود می باشه، صرف به خاطر از این که یکیش غالب از خود تبارز می ته و اوی که مغلوب از خود تبارز نمی ته. قانون جوره شدن آزاد چی است؟ قسمی که گفتیم به خاطر هر صفت دو فاکتور وجود داره، که در هنگام تزویج همی دو صفت از همدیگه جدا میشه و به شکل تصادفی در نسل بعدی یا در اولادها با همدیگه یکجا میشن. در مضمون جنتیکس، چون اصل هدف ما مطالعه خصوصیات ارسی است، که همین خصوصیات ارسی از طریق کروموزوم ها یا از طریق جن ها از یک نسل به نسل دیگه انتقال میکنه، پس جا داره که در مورد خود کروموزوم یا در مورد خود جن معلومات داشته باشیم. اگر یادتان باشه، در اولین روز درسی براتون گفته بودم که تعداد از جن هایی که در یک موجود زنده شامل است، یا مجموعه از جنهایی که در یک موجود زنده موجود است، اینا را به نام جینوم یاد میکنه. پس در کل جینوم چی است؟ مجموعه از جنهایی که در یک موجود زنده یا در یک فرد موجود است، اینا را به نام جینوم یاد میکنه. معمولا خود جینوم در اصل مجموعه جنهاست، و خود جنها از لحاظ ترکیبشان از پروتین ساخته میشن و از دی ان ای، که از طریق همی دی ان ای خصوصیات ارسی را از یک نسل به نسل دیگه انتقال میده.
خود جینوم گفتیم که از لحاظ ترکیب از دی این ای و از پروتین ساخته شده. دی این ای که جینوم تشکیل میده در اصل یک ماده کیمیاوی است که به نام دی اوکسی رایبو نوکلیک اسید یاد میشه. دی اوکسی رایبو نوکلیک اسید و معمولا خود همین دی اوکسی رایبو نوکلیک اسید یا دی این ای در خود معلومات ارسی می داشته باشه که همین معلومات ارسی هم باعث انکشاف یک موجود میشه و هم از یک نسل به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه. جینوم گفتیم که مجموعه جنهایی که در یک انسان یا در هر موجود زنده شامل است ایره به نام جینوم یاد میکنه. معمولا در جینوم انسان تعداد جنهایی را که تخمین زدن 25,000 است که هر یک از این جنها وظیفه مشخص به خود می داشته باشه. هر کدامش خصوصیت مشخص از یک نسل به نسل دیگه انتقال می ده. خود جین چی است؟ عبارت از واحدات زنده هستند که دی ان ای را تشکیل می دن. عبارت از بی واحد هایی هستند که دی ان ای را تشکیل می ده یا زنجیر دی ان ای را تشکیل می ده. و خود دی ان ای را گفتیم چی داره؟ معلومات ژنتیکی که از طریق همین معلومات ژنتیکی خصوصیت ارثی را از یک نسل به نسل دیگه انتقال میده. جینوم چی بود؟ مجموعه جنهایی که یک موجود زنده را تشکیل میده یا تعداد از جنهایی که در یک موجود زنده شامل است ای را به نام جینوم یاد میکنه که خود جینوم یا امی جنهایی که در جینوم شامل است از لحاظ ترکیب از دی ان ای و پروتین ساخته شده. دی ان ای در اصل یک ترکیب کیمیاوی است که به نام دی اوکسی رایبو نوکلیک اسید یاد میشه. دی ان ای در اصل مخفف دی اوکسی رایبو نوکلیک اسید است. ویژگی یا خصوصیت خوب دی ان ای است که معلومات ارثی را در خود می داشته باشه، معلومات ژنتیکی را در خود داره که هم باعث انکشاف یک موجود زنده میشه از لحاظ نمو، از باعث رشد و انکشاف یک موجود زنده میشه و بر علاوه از این خصوصیت ارثی از یک نسل به نسل دیگه انتقال میده. در مورد جینوم گفتیم که مجموعه جنهایی است که در یک موجود زنده شامل میباشه. همه جنهایی که در یک موجود زنده شامل هستند از او قبیل انسان اگر در نظر بگیریم، تعداد جنهایی که در جینوم یک انسان موجود است حدود 25,000 است که هر کدام از این جنها خصوصیت جداگانه خود داره، وظیفه مختص به خود داره. و خود جین چی است؟ عبارت از بیوواحد ها یا واحدات زنده هستند که زنجیر دی ان ای را تشکیل میدن و همین زنجیر دی ان ای در خود خصوصیات ارثی داره که از یک نسل به نسل دیگه انتقال داده میشه. جینوم ستوایی در هغه جینونو مجموعه یا طول هغه جینونه چې په یو ژوندی موجود کې شتون لري هغه ته جینوم وایي. معمولا خپله جینوم چې په اصل کې د جینونو مجموعه ده د ډي ان ای او پروتینونو نه جوړ شوی. کومه ډي ان ای چې په جینوم کې موجوده ده په اصل کې یو کیمیاوي ترکیب ده چې دې کیمیاوي ترکیب ته ډي ان ای یا ډي اوکسی رایبو نوکلیک اسید وایي. دی ان ای خصوصیت ده چې په خپل ځان کې ارثي معلومات لري او دا ارثي معلومات د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. بغیر د دې نه چې د یو نسل نه بل نسل ته دا ارثي خصوصیت انتقالوي، په ځان کې د مربوطه ژوندي موجود د ودې سبب کیږي. پس د دی ان ای وظیفه د انسان په وجود کې څه ده؟ یو دا چې ارثي خصوصیت د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي، بل دا چې د ژوندي موجود د ودې سبب کیږي. د جینوم په هکله مو ویلی چې د جینونو مجموعه ده یا په کوم تعداد چې جینونه په یو موجود کې شتون لري هغې ته جینوم وایي. معمولا په یو انسان کې پنځه زره جینونه موجود دي چې دا هر جین ځان ته مشخصه وظیفه لري، ځان ته بیل خصوصیت لري، خپله جینس ده، هغه ژوندي واحدات دي چې د ډي ان ای نه جوړ شوی، یا هغه ژوندي واحدات چې د ډي ان ای زنځیر تشکیلوي د دې دپاره چې ارثي خصوصیت د یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي. خپله ډي ان ای په اصل کې ارثي معلومات لري چې دا ارثي معلومات د یو نسل نه بل نسل ته د انتقالېدو وړ اوسي. په عمومي ډول همدومره پوه شئ چې جینوم د جینونو مجموعې ته وایي چې په یو ژوندي موجود کې شامل وي، او کوم جینونه چې په یو ژوندي موجود کې شامل وسي
دا د ډي ان ای او پروتین نه جوړ شوی چې د همدې ډي ان ای د طریقې ارثي خصوصیات د یو نسل ته نسل نه بل نسل ته انتقالوي. معمولا په یو ژوندي موجود کې تقریبا البته په انسان کې وبخی په یو انسان کې تقریبا 15,000 جینونه موجود دي چې دا هر جین ځانته بیل خصوصیت لري، ځانته بیله وظیفه لري. جین چې ده په اصل کې ژوندي واحدات دي چې ډي ان ای تولیدوي، او همدا ډي ان ای په خپل ځان کې ارثي معلومات لري چې دا ارثي معلومات د یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. ډاکټر صاحب صفور رحمان دویم قانون د مندل دا ده چې د هر صفت لپاره مختلف فکتورونه یا دوه مختلف الیلونه موجود دي چې دا الیلونه د یو بل نه بیلیږي د تزویج په وخت کې او په مستقل ډول په بیل ډول راتلونکي نسل ته انتقالیږي. چون د یو نسل په تولید کې د یو نسل په رامنځته کېدو کې هم پلار برخه لري هم مور برخه لري، پس هر پلار او مور د هر صفت لپاره دوه الیل لري. فرضاً که د پلار د جلد رنګ سپین وسی، نو د سپین رنګ دپاره په اصل کې پلار دوه الیل لري، ځکه چې پلار خپل الیلونه د خپل پلار او مور نه اخیستي، یعنی په حساب د نیکه او بابا نه، زموږ د نیکه او بابا نه خپل خصوصیت اخیستي، په هر خصوصیت دپاره دوه الیل لري. یا مور هم په همدې شکل د دې دپاره چې یو صفت پکې رامنځته شي دوه الیل لري، چې دا دوه الیل یوې د مور نه اخیستی او بل الیل د پلار نه. همدا الیلونه د تزویج په وخت کې د یو بل نه بیلیږي او په تصادفي شکل په راتلونکي نسل کې یو بل سره یوځای کیږي. همدې نتیجې ته وایي د ډیپینډنټ اسورټمنټ، یا د جینونو یوځای کیدل یا د الیلونو یوځای کیدل یو بل سره په آزاد شکل، بغیر د دې نه چې موږ په هغې کې کوم رول ولرو، دا الیلونه د یو بل سره په تصادفي شکل یوځای کیږي. همدې حالت ته وایي جوړه کیدل په آزاد شکل. ډاکټر صاحب محمد رحیم، د څومره عدد جینونو یوځای کیدو ته جینوم وایي، هغه فرق نه کوي څومره جینونه چې په یو ژوندي موجود کې شامل وي، ولو هغه یو نبات وسي، ولو هغه یو انسان وسي یا حیوان، څومره جینونه چې د دوی په بدن کې موجود وي هغې ټولو مجموعې ته وایي جینو. اکمل عمر، د انسان د جینونو مجموعه 15,000 عدد ده. فرق په ژوندۍ موجوداتو کې، په حیواناتو کې، په نباتاتو کې، حتی خپله حیواناتو کې د یو حیوان نه تر بل حیوان نه د همدې جینونو تعداد فرق کوي، د همدې مجموعې ته بیا وایي جینوم. او په انسان کې د همدې جینوم مجموعه یا د جینونو مجموعه 15,000 عدد ده. در مورد جنوم گفتیم که به مجموعه جنهایی که در یک موجود زنده موجود است یا شامل است، اینا را به نام جنومیت میکنه. خود جنوم در اصل نماینگر جنهاست، و در مورد جن گفتیم که عبارت از واحدات زنده هستند که خصوصیات از یک نسل به نسل دیگه انتقال میتن و باعث تشکیل دی ان ای میشه. دی ان ای را که جین تشکیل میتن، اینا در خود معلومات ارثی میداشته باشن که همین معلومات ارثی از یک نسل به نسل دیگه در هنگام تزویج انتقال داده میشه. ډاکټر صاحب اکمل عمر، ومې ویلې د انسان په وجود کې د جینونو مجموعه 15,000 ده. په نور موجودات کې فرق کوي، ممکن د دې نه زیات وسي، ممکن د دې نه کم وسي. صرف په انسان کې مجموعه 15,000 جینه ده، یعنی کوم خصوصیت چې
منګه او تاسو انسانانو کې موجود دي یا د نور نسلونو می اخیستي دي یا نور نسلونو ته انتقالو د همدې جنونو مجموعه 15 زره عدد ده چې هر یو ځانته بیل خصوصیت لري هر یو ځانته بیل صفات دی یو نسل نه بل نسل ته انتقالي د جنوم اشکال جنوم ما گفتیم که خود جنوم نظر به انقسام حجروی دو شکل داره یکی قبل از انقسام حجروی است که امی جنها شکل غیر منظم می داشته باشند به شکل پراگنده می باشند اینا را یاد میکنه به نام کروماتین یعنی شکل ابتدایی جنها را به نام کروماتین یاد میکنه که نه منظم هستند و نه جمع و فشرده هستند بلکه به شکل پراگنده و به شکل غیر منظم در یک هسته موجود می باشند کروموزوم چی است؟ در هنگام انقسام حجروی همه کروماتین ها دور همدیگه جمع میشن شکل منظم می گیرن با هم فشرده میشن این به نام کروموزوم یاد میکنه و این دیگه زمان است که کروموزوم ها یا جن ها آماده ازی هستند که خصوصیت سیر از یک نسل به نسل دیگه انتقال بتن پس در کل در مورد جنوم بفهمین که اینا نظر به انقسام حجروی دو حالت دارن یکی که قبل از انقسام حجروی شکل از اینا غیر منظم است و به شکل پراگنده در داخل هسته موجود می باشند که حالتشان به نام کروماتین یاد میکنه اما در هنگام انقسام حجروی همه جنها همه کروموزوم ها با همدیگه منظم میشن کوتاه میشن و در داخل هسته به شکل جورهی قرار میگیرن که حالتشان یاد میکنه به نام کروموزوم کاریوتایپ چی است؟ چون گفتیم که موجودات زنده از تعداد مختلف کروموزوم ها ساخته می شده تعداد کروموزوم ها در موجودات مختلف فرق می کنه اگر بخواهیم که امی کروموزوم ها را در موجودات مختلف مطالعه کنیم ساختمان از اینا را مطالعه کنیم شکل اینا را مطالعه کنیم و تعدادشان را مطالعه کنیم امی پروسه را یا امی مطالعه را به نام کاریوتایپ یاد می کنه پس کاریوتایپ چی است؟ پس کاریوتایپ چی است؟ مطالعه کروموزوم ها در موجودات زنده مختلف کاریوتایپ عبارت از مطالعه کروموزوم های موجودات زنده مختلف هستند که ما همه کروموزوم ها را از لحاظ ساختمان، از لحاظ شکل و از لحاظ تعدادشان مورد مطالعه قرار میدیم لوکس چی است؟ معمولا بروی کروموزوم ها جن قرار می داشته باشه و این جن ها در هر کروموزوم موقعیت مشخص می داشته باشه که همین موقعیت به نام لوکس یاد می کنه لوکس چی است؟ قرارگیری جن ها بروی کروموزوم در یک موقعیت دقیق به نام لوکس یاد می کنه جن مپ چی است؟ اگر ما بخواهیم که همین موقعیت جن بروی کروموزوم به صورت دقیق معلوم کنیم ایره به نام جن مپ یاد میکنه یا نقشه جن نقشه جن چی است زمانی که ما بخوایم موقعیت دقیق جن بروی کروموزوم معلوم کنیم به نام جن مپ یاد میشه سایتوجنتیکس چی است وقتی که در یک موجود زنده مشخص ما کروموزوم مطالعه کنیم مثلا در انسان ما کروموزوم ها را مطالعه میکنیم ساختمانشان را مطالعه میکنیم و خصوصیت ارثیشان را مطالعه میکنیم ایره یاد میکنه به نام سایتوجنتیکس جنوم در شکل در لحاظ دو دوله لری او در دو دوله ایم نظر پا حجروی تقسیمات ده معمولا کروموزومون هم مخید دینه چه حجروی تقسیمات رو تامده شی یا حجره انقسام و که کروموزومون غیر منظم شکل لری بگردوار شکل په هسته که پراتو وسی چه دی حالت تای کروماتین وی مگر کلا چه حجروی تقسیمات شروع کیگی همده کروماتینون منظم شکل اخلی دی اپل شخواه که را طولیگی پیو دورشتهی ساختمان بدلیگی چه دی توی کروموزوم پس در جنوم اشکال فقط حجروی انقسام په مرحله پوری را لری مخ که دی حجروی انقسام نه غیر منظم شکل لری نبالغ وسی تقسیم تمدن وسی دی توی کروماتین مگر در حجروی تقسیماتو په حالت که همده کروماتینون یو بل سره طولیگی منظم شکل اخلی جوړه کیږي دی حالت ته وی کروموزوم کروموزوم نور هغه حالت ده چې کولی شي خصوصیات بل نسل ته انتقال کی صفات بل نسل ته انتقال کی
کاریوټایپ څه ته وایي؟ څنګه چې ویلې، په مختلفو ژوندۍ موجوداتو کې کروموزومونه په مختلفو تعداد موجود وسي، یا جینونه په مختلفو موجوداتو کې په مختلف تعداد موجود وسي، د همدې مختلفو حالاتو مطالعې ته کاریوټایپ وایي. یعنی کاریوټایپ چې ده، د یو ژوندي موجود د کروموزومو مطالعه، هم د ساختمان د لحاظه، هم د شکل د لحاظه، مورفولوژي یعنی شکل، او هم د تعداد د لحاظه. کاریوټایپ څه ده؟ د مختلفو ژوندۍ موجوداتو د کروموزومونو مطالعې ته کاریوټایپ وایي. کوم خصوصیات پکې مطالعه کیږي؟ یو د کروموزومونو ساختمان سټرکچرې، بل مورفولوژي یا شکل، او بل تعداد یا نمبرې. لوکس څه ته وایي؟ هر کروموزوم په خپل ځان کې د مختلفو جینونو د پاره ځای لري. یعنی د کروموزوم اصلي وظیفه څه ده؟ دا چې جین د پاره یو موقعیت جوړ کړي. پس هر موقعیت ته لوکس وایي. لوکس څه ده؟ یعنی د جین موقعیت ته د کروموزوم په سر لوکس وایي، یا هغه موقعیت چې یو جین د کروموزوم په سر اختیاري، هغې ته وایي لوکس. جین مپ څه ده؟ که موږ غواړو چې د همدې جین موقعیت مشخص کړو، د دې دپاره چې پوه شو چې د جین دقیق موقعیت د کروموزوم په سر کوم ځای کې، د دې ته وایي جین مپ. جین مپ کوم خاص فرق د لوکس نه نه لري. صرف په لوکس کې هدف دا ده چې د جین موقعیت د کروموزوم په مخ ښیي، او په جین مپ کې دا ده چې موږ وکولای شو د نقشې د لحاظه، د موقعیت د لحاظه، په دقیق شکل د جین موقعیت وښیو. دې ته وایي جین مپ. سایتو جینیتکس چې ده، په یو مشخص موجود کې موږ کروموزومونه مطالعه کوو. فرضاً په انسان کې موږ کروموزومونه مطالعه کوو، د هغې ساختمان مطالعه کوو، د هغې وراثت مطالعه کوو. دې ته وایي سایتو جینیتکس. ډاکټر صاحب، اسحاق درس هم په پښتو تشریح کیږي هم په دري، مګر سلایډونه یوازې په دري جوړوو. کروموزومها در موردش قبلا هم گفته بودیم. فعلا هم میگیم که عبارت از ساختمان های رشته مانند هستند که خصوصیت ارثی را از یک نسل به نسل دیگه انتقال میتن. کروموزوم هایی که در انسان موجود است به صورت عموم 46 عدد یا 23 جوره می باشه، که هر کدام از اینا وظیفه خاصه و صفات خاص از یک نسل به نسل دیگه انتقال میده. معمولا گفتیم که به صورت عموم در انسان 46 عدد کروموزوم موجود است، که از این 46 عدد یا 23 جوره، 22 جوریش یا 46 عددش کروموزوم های جسمی است، که همی کروموزوم های جسمی را به نام اتوزوم یاد میکنه، و وظیفه کروموزوم های جسمی ای است که باعث انکشاف یک موجود زنده میشه. از جمله 46 عدد کروموزوم، یک جوریش یا دو عددش کروموزوم های جنسی است، که این کروموزوم های جنسی را به نام سکس کروموزوم یاد میکنه، و معمولا دو شکل است، اکس و وای، که اکسش مربوط میشه به جنس مؤنث و وایش مربوط میشه به جنس مذکر. معمولا کروموزوم های جنسی که در جنس مؤنث موجود است دو اکس می باشه، یعنی اکس اکس، که یک اکس از مادر میگیره و اکس دیگر از پدر خود میگیره. در جنس مذکر کروموزوم های شانکس اکس وای می باشه، که اکسش از مادر خود میگیره و پس به دختر انتقال میده، و وای را از پدر خود میگیره و به پسر انتقال میدن. هومولوکس کروموزوم به کدام کروموزوم ها گفته میشه؟ به جوری از کروموزوم ها گفته میشه که جنهایشان به همدیگه مشابه باشه و جنهایشان موقعیت یکسان داشته باشه. این را یاد میکنه به نام هومولوکس کروموزوم. هومو به معنی یک، یعنی کروموزوم هایی که یکی باشه، کروموزوم هایی که با همدیگه مشابه باشه. هدفشان چی است؟ به جوری از کروموزوم ها گفته میشه که جنهایشان با همدیگه هم از لحاظ خصوصیات مشابه باشه، هم از لحاظ موقعیت مشابه باشه. علیل به چی گفته میشه؟ به اشکال مختلف یک جن علیل گفته میشه. گفتیم که هر صفت دو علیل می داشته باشه.
این علیل ها اگر با هم مشابه باشند به نام هوموزایگوس یاد میشه و اگر همین علیل ها از همدیگه فرق داشته باشه به نام هتروزایگوس یاد میشه. د کروموزوم په هکله مې څنګه چې وخته هم ویلي و کروموزوم هغه رشته مانند ساختمانونو ته ویل کیږي چې د یو حجرې په هسته کې قرار لري او وظیفه یې د ارثي خصوصیاتو انتقال د یو نسل نه بل نسل ته وسي. معمولا په انسان کې شپږ څلوېښت عدده یا دیرش جوړې کروموزومونه موجود دي چې د دې دیرش عددو کروموزومونو د مجموعې نه دویش جوړې یا څلور څلوېښت دانې جسمي کروموزومونه دي چې د انسان د وجود د ودې سبب ګرځي او د دې شپږ څلوېښت عدده یا دېرش جوړو د جملې نه یو جوړه یا دوه عدده جنسي کروموزومونه دي چې جنسي کروموزومونه د سکس کروموزوم په نوم یادیږي او د سکس کروموزوم وظیفه دا ده چې بل نسل رامنځته کړي. پس د جسمي کروموزومو وظیفه وده د ژوندي موجود ده او د جنسي کروموزوم منځته راوړل د نوي نسل. معمولا جنسي کروموزومونه په مؤنث جنس کې د ایکس ایکس په نوم یادیږي چې یو د پلار نه اخلي او بل د مور نه، او په مذکر جنس کې جنسي کروموزومونه دوه عدده دي، یو ایکس د بل وای چې ایکس د خپل مور نه اخلي ځکه چې ایکس کروموزوم په مؤنث جنس پورې اړه لري. پس په مذکر جنس کې طبعا ایکس کروموزوم د کوم ځای نه کیږي؟ د مور نه. ایکس کروموزوم د مور نه اخلي او وای کروموزوم د پلار نه اخلي. هومولوکس کروموزوم کوم کروموزومو ته وایي؟ هغه جوړه کروموزومونه یا هغه یو جوړه کروموزومونه چې جینونه یې یو بل سره یو شی اوسي. موږ وویلی د کروموزوم وظیفه دا ده چې جین دپاره ځای جوړوي، په خپل له سطحې باندې جین ته ځای ورکوي. پس هغه جوړه کروموزومونه چې جینونه یې یو بل سره یو شان اوسي، جینونه یو موقعیت ولري، دې ته وایي هومولوکس کروموزوم. علیل څه ته وایي؟ څنګه مو چې وویلی د هر صفت دپاره دوه مختلف علیلونه موجود اوسي چې دا علیلونه یا د یو بل سره مشابه او یا فرق لري. که دواړه علیله د یو صفت دپاره یا په یو جن کې یو بل سره یو شی اوسي، دې ته وایي هوموزایګوس، او که د یو بل نه تفاوت ولري، ورته وایي هتروزایګوس. ډاکټر صاحب محمد رحیم لوکس په هکله مو ویلي چې په کوم موقعیت کې چې جن قرار لري، یا لوکس هغه موقعیت ته وایي چې هلته جن قرار لري، هغې ته وایي لوکس. جن مپ چی ده؟ که موږ وغواړو چې همدا موقعیت د جن په دقیق شکل وښیو چې په کومه ساحه کې قرار لري، دې ته وایي جن مپ. ډاکټر منیژه، شما در مورد عزیز سوال کرده بودین که علیل ها را به کدام حروف نشان میتیم یا به چی شکل. معمولا به خاطر ازی که ما علیل های یک صفت نشان بتیم از حروف انگلیسی استفاده میکنیم. به خاطر از این که علیل های غالب نشان بتیم یا صفات که خود تبارز میتن اونا را نشان بتیم، اونا را معمولا به حروف بزرگ نشان میتیم و علیل های مغلوب به حروف کوچک نشان میتیم. در صورتی که علیل ها به شکل مکمل هوموزایگوس باشن یا مکمل غالب باشن، اینا را به حروف کلان نشان میتیم. هر دو علیل به حرف کلان نشان میتیم، هم علیل مادر هم علیل پدر، چون هر دویش غالب است، هر دویش به حرف کلان نشان میتیم. یا اگر از پدر و مادر از هر دویشان علیل هایشان مغلوب باشه، چون خالص هستن، اونا را به حروف کوچک نشان میتیم. و یا اگر از لحاظ خصوصیات ظاهری یک علیل قسم خود تبارز میده که علیل غالب خود تبارز بده و علیل مغلوب مخفی باقی بمانه، پس از لحاظ خصوصیات ظاهری یک ویژگی داره، یا قدش بلند است یا پخش است، اما از لحاظ جینوتایپ هر دو علیل ما نشان میدیم. علیلی که خود تبارز داده به حرف بزرگ نشان داده میشه، علیلی که مخفی مانده به حرف کوچک نشان داده میشه. در مورد ازی که گفتین به هر حرف نشان داده میتونیم یا حروف مشخص دارن، هر علیل یا هر صفت علیل های رکدار نظر به خصوصیت غالبش ما او را نامگذاری میکنیم. مثلا در رنگ اصلا رنگ کالر میگه، مگر ما نمیتونیم او را به حرف سی نشان بدیم، بلکه نظر به ای که کدام رنگ بیشتر خود تبارز میده ما نام از او را میگذاریم.
فرزن رنگ سرخ، ما رنگ سرخ نشان میدیم به حرف آر، رنگ سرخ میگیم رد. پس امیر رنگ سرخ صفت غالب است، این نشان میدیم بر حرف کلان آر. و اگر در یک موجود دیگه وز رنگ سرخ رنگ سفید موجود باشه، پس امیر رنگ سفیدشان به حرف آر نشان میدیم، لیکن به حرف آر کوچک. چرا؟ چون صفت مغلوبش رنگ سفید است. دکتر مدینه، شما سوال کرده بودین که بیو به معنی چی؟ بیو به معنی حیات، بیو به معنی زنده، زنده است. سلام، خوب هستین دکتر زبصد؟ خوب؟ دکتر سبای عزیز، درستان تمام قسمت بود. اگر مشکل داشته باشین بفرمایین. در غیر زور برتان وقت خوش میخوایم. بقیه روزتان خوش. سلاید ها ما خواهیم روز کمپیوتر منو بود. حالا میخواین؟ چند نیده شده؟ چرا در درست آنلاین نبوده شما؟ نه واسه نبوده، کجا کم شده برده. دکتر سب جمشید علی، موضوع درستان یکی کروموزوم سترکچر فصل ششم و دیگه مندل لاس فصل چهارم.